فرانک والتر مایر، وزیر امور خارجه آلمان در پارلمان آن کشور از طرح رئیس جمهوری آمریکا برای تداوم مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه حمایت کرد ما نباید بر این باور باشیم که استراتژی نظامی به تنهایی قادر به نابودی دولت اسلامی یا دیگر گروههای افرادگرا خواهد بود ما به یک راهبرد سیاسی هم نیاز داریم آقای اشتامایر در دیدار روز پنجشنبهش با همتای بریتانیایی فلیپ همان اما تاکید کرد آلمان در حمله هوایی به مواضع داعش در سوریه مشارکت نخواهد داشت واضح بگویم هیچ کس از ما نخواسته و ما در هیچ گونه عملیات هوایی در سوریه مشارکت نخواهیم کرد بریتانیا هم همینطور بگذارید سریح بگویم بریتانیا در هیچ حمله هوایی در سوریه نقشی نخواهد داشت ما سال گذشته در پارلمان این تصمیم را گرفتیم و دوباره به آن نخواهیم پرداخت در ادامه حمایت بین‌المللی از ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی عربستان سعودی برای آموزش نیروهای مخالف داعش در آن کشور اعلام آمادگی کرده است و سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن از آمادگی ابوظبی برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و ایفای نقش در عملیات نظامی علیه افرادگرایان این گروه خبر داده است. از دیگر کشورهای داوطلب پیوستن به نبرد بین المللی علیه گروه دولت اسلامی اردن است که بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در این نبرد تاکید می کند. به باور ما تروریست و تروریسم به کشور ختم نمی شود و کاملا متوجه که به عنوان کشورهای منطقه خاور میانه وقتی صحبت از مبارزه با تروریست و تروریسم در منطقه است باید در خط مقدم باشیم. اراقی ها هم از سخنرانی شب گذشته باراک اوباما خورسند به نظر می رسند. هوشیار زباری، معاون نخست وزیر عراق طرح آقای اوباما برای مبارزه با گروه دولت اسلامی را هوشمندانه خواند. به نظر من استراتژی قوی و هوشمندانه است که گروه دولت اسلامی را به عقب خواهد راند و شکست خواهد داد. دولت ژاپن دیگر متحد آمریکا ضمن محکوم کردن فعالیت های تروریستی داعش از آمادگی توکیو برای ایفای نقش در نبرد بین مللی علیه گروه دولت اسلامی خبر داد. وزارت امور خارجه روسیه اما روز پنجشنبه استراتژی باراک اوباما برای مبارزه با داعش را به منزله تجاوز و سلطه تلقی کرد. رئیس جمهوری آمریکا به طور واضح از احتمال حمله هوایی به مواضع گروه دولت اسلامی در خاک سوریه بدون کسب مجوز از دولت آن کشور سخن گفت چنین اقدامی بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد تجاوز قلمداد می شود الکسندر لوکاشویچ تاکید کرد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی باید در چارچوب قوانین بین المللی و قدنامه های سازمان ملل متحد و با رعایت کامل تمامیت و حاکمیت کشورهای سوریه و عراق به اجرا درآید.